مراقبش میباشی. آهای شهریار، تو هم شروع کن میزو بچین. یالا دختر بودو. اتفاقی که افتاد و دیدم. میران قسم میخورم من تقصیری نداشتم. سعی کردم مانع بشم. هر کی که باشه یه آدمی که اومده امارتمون، اون رفتار شایسته. میدونم گنول، دیدمت. فقط میخواستم ازت تشکر کنم. زورت به مامان تو مامان بزرگ نمیرسه، ولی همین که امتحان کردی برام کافیه. ممنونم. من فقط آرامش میخوام میران. آره، قبول کردن این وضعیت برام راحت نبود، ولی حالا که قراره همه با هم زیر این سقف زندگی کنیم، میخوام هممون به آرامش زندگی کنیم. منم. ملکه کجاست؟ رفت، نتونستم جلوشو بگیرم. ریحان. ریحان، بلا به دور باش عزیزم. دوستت چطوره؟ ممنون مامان اسما، بهتره. میران میشه با هم حرف بزنی؟ باشه حرف میزنیم. مامان اسما جان، نهار ما رو میفرستی اتاقمون؟ باشه پسرم، هر جور تو بخوای. بیا. ریحان معذرت میخوام، نمیدونستم که اینطوری میشه. تو که گناهی نداری. ملکه گفت برای اینکه تنها نمونم گفتی بیاد. ممنونم. نگران نباش. باشه، این اتفاق دیگه نمیفته. امیران میدونم الان وقتش نیست، ولی خواهش میکنم از چیزی که میگم عصبانی نشو. باشه، تا آخرش خوب گوش بده. تو هم دیدی که با ملکه میخواستن چی کار کنن. اگه تو نمیرسیدی اتفاقی بدتری میفته. دیگه اتفاق نمیفته، قول میدم. اگه بشه چی؟ برای ملکه نه، برای یک کس دیگه. برای آزاد. ریان، تو مخصوصا این کارو با من میکنی؟ اینو چند بار باید بهت بگم؟ آزاد نه داداش، آزاد. باشه میرو، باشه. من باید داداش آزادمو ببینم. ریان، متوجهی چی میگی؟ همچی چیزی ممکن نیست. دیدن اون آدم که هیچ، نمیتونی توی محیط یه هوارم تنفس کنی. من باید داداش آزادو ببینم و باهاش حرف بزنم. میرو، باید جواب سوالایی که داره رو از من بشنه. کدوم جوابا رو ریحان؟ کدوم جوابا؟ اینکه به زور نگه هم نداشتین و خودم خواستم با تو باشم. اون کی باشه؟ اون کی باشه؟ تو چرا مجبوری که با آزاد خان توضیح بدی؟ چرا ریحان؟ ولش کن، هرچی میخواد باور کنه. تو چرا به آزاد توضیح میدی؟ اصلا آزادو نمیبینی؟ تموم شد. من ازت اجازه نمیخوام میرم. فقط برای اینکه اطلاع داشته باشی دارم بهت میگم. من اصیلت نیستم، زنت. میران ببین، داداش آزاد تا با من حرف نزنه آروم نمیگیره. نمیخواد آروم بگیره، نمیخواد. ریحان، من جون او رو فقط یه بار به خاطر تو بخشیدم، ولی اون روزم گفتم اگه یه بار دیگه بخواد همون کارو بکنه. بکنه چی میشه؟ تاوانشو پس میده. تاوانش چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ جونشو بگیری؟ اگه یه وقت به زنم نزدیک بشه، به خونم نزدیک بشه، اگه بخواد به همون آسیب برسونه. آره، حالا که این قضیه یه راه حل دیگه داره، چرا میخوای همه چی نابود کنی؟ اگه یه بار باهاش حرف بزنم دیگه هیچ کدوم از اینا لازم نمیشه. چه حرفی بزنی ریحان؟ حرف که زدین، گفتی. نمیفهمم دیگه این آدم چیو میخواد بشنوه. بدون اسلحه، بدون تهدید و دعوا و دادا فریاد میخواد از زبونم بشنوه که من اینجا خوشحالم. همه چی بکنه. همونطور که گونو دخترمو یه توئه، داداش آزادم پسرمو یه من. دوتامونم گذشته رو میدونی. میخواییم فراموش کنیم. میخواییم من فراموش کنم. بذار بهش توضیح بدم که خیال داداشم راحت شه. بدونه که علی‌رغم همه چی با تو خوشحالم.
بعد از اون همه اتفاق بازم میخوام با تو باشم. بذار بهش بگم میران، لطفا. نمیشه. اصلا اون آزاد شادوغلو رو نمیبینیش. اون اجازه نمیدم تو رو ببینه. اجازه نمیدم که بهت نزدیک بشه. همچین اتفاقی هرگز نمیفته. موضوع تمومه، حرفشم نزن. میرا چرا نمیخوای بفهم؟ تا وقتی تو اجازه ندی من برم با داداشم حرف بزنم همه چی بدتر میشه. حرفمو شنیدی ریحان؟ اصلا آزادو نمیبینی. چی شده؟ چی میخوای باشه؟ ازدواجی که از تو گرفته شده داره حسابی تیکه تیکه میشه. عزیز خانم، عروست چه پر رو از آب در اومد. میشنوی که چه داد و بیدادی هم سر شوهرش میکنه. خب معلومه همه گنول نیستن که بزنی پس کلش، لقمشو ازش بگیری و صداش در نیاد. داداش الیف دنبالم نیا. به این چه ربطی داره آخه؟ چرا وقتی من باید بهت اعتماد کنم تو به من اعتماد نمی کنی؟ وقتی به خاطر بودم با تو من روی همه چی پا گذاشتم، چرا این کارو با من می کنی آخه؟ عروس خانم، انگار ماه عسلتون طوفانی شده. قایقت داره غرق میشه. روزی که از اون دری که الان داری میری سمتش برای همیشه بری نزدیکه. الیف برو پایین. الیف، گفتم از ماشین پیاده شو. داداش چرا نمیفهمی؟ ریحان نیت بدی نداره که میخواد با آزاد حرف بزنه. اون به خاطر خوشبختی جفتتون داره تلاش میکنه. خوشبختی ما به آزاد وصله؟ تو چی میخوای بگی؟ داداش ببین، اشتباه متوجه شدی، سریع عصبی میشی. اگه آروم گوش کنی همه چی حل میشه. ببین، همونجوری که تو میخوای از آبجی گنول مراقبت کنی، آزادم میخواد از ریحان مراقبت کنه. ریحان به مراقبت آزاد نیازی نداره. اون شوهر داره، من کنارشم. ببین داداش، یادت آبجی گنول وقتی رفت سر مزار چجوری ترسیدی؟ سری رفتی دنبالش تا اتفاقی براش نیفته. ریحان یه بارم ازت پرسید که چرا دنبال گنول میری؟ تازه فکرشو بکن میران، شما قبلش زن و شوهر بودی. الیف برو پایین. نه، باید گوش بدی. تو نسبت به گنول هر حسی که داری، ریحانم هم همون حسو به آزاد داره. بذار حرف بزنه داداش. بذار اون بهش بگه که میخواد با تو باشه. بگه که این مسئله تموم بشه، دیگه حل بشه. نه تو آسیبی ببینی نه آزاد. الیف بیاده شو. الیف به همون اجازه میدی؟ بخور دخترم، بخور. سلطان چی شده؟ کیفت خیلی کوکه. خب دختر من کم گریه نکرده. از قدیم گفتن آسیاب به نوبت. ولی ریحان گریه شما رو در نیاورده. هر کی گریه‌تون رو در آورده به اون حرف بزنی. اشتهای من کور شد. نوش جونتون. عزیز خانم، کسی که اینقدر براش مایه گذاشتی عاشق ریحان از آب در اومده. اگه هنوز فکر اینجاشو نکردی من میگم فکرشو بکن تا کار از کار نگذشته. نگران چیزی نباش سلطان، من برای هر چیزی یه راه حلی دارم. مثلا نمیشه، ولی حالا اومدیم و شد. اومدیم و یکی مال و ملک و اموال و امارتم و از من گرفت. من بازم از نو شروع میکنم و زهرمو روش خالی میکنم. روزایی که بتونی زهرتو خالی کنی نزدیکه. دنیایی که برای سلطان سلیمان نمونده برای تو میخواد بمونه؟ معلومه که نمیمونه، ولی برای تو هم نمیمونه سلطان.
اگه من امروز بمیرم نوه‌هایی دارم که انتقاممو بگیرم. تو چی داری؟ به غیر از چیزایی که من بهت دادم تو چی داری؟ میرون آرومتر. میرا میشه آرومتر بری؟ میرا آرومتر، دارم میترسم. اینجوری کنی عصبانیتت میخوابه. بعضی وقتا حرف زدن با تو اینقدر سخت میکنه که نمیدونم کدوم کلمه رو قلبت تاثیر میذاره، کدوم حرف قلبت آروم میکنه. نمیدونم چجوری خودمو برات توضیح بدم. میرم، قرار بود همه چیو به هم بگی، همه چیو با هم در میون بذاری. در مورد اون آزاد شادوغلو حرفامو زدم، تموم شد. تو گفتی خودت هم تصمیم گرفتی، نظر منو پرسیدی؟ اصلا نپرسیدی. قولایی که دادی و زود یادت رفته. ریحان، کجا میری؟ ریحان، کجا میتونم برم؟ بگو من کجا میتونم برم؟ من بعد از این همه اتفاق به کی جواب مثبت دادم؟ اصلا فکرشو میکنی کنار کی وایسادم؟ من عاشقت شدم ولی بیشتر از همه از تو رنجیدم. میگی زخماتو مداوا میکنم ولی بیشتر زخمی میکنی. بگو ببینم میران، من کیم؟ چیه تو؟ آدم ساکتیم که جام تصمیم بگیری یا همسرتم هم که زندگی تو باهاش تقسیم کنی؟ تو همه چیز منی. اگه من همه چیزتم، وقتی من از دست بدی همه چیزتو از دست میدی. نمیشه همه چیزت نباشم، فقط زنی باشم که دوستش داری. میخوام اگه همه چیزم از دست دادی کنارت باشم. میخوام با داداش آزادم حرف بزنم، اونم نمیخوام از دست بدم. بهت که گفتم من نمیخوام کسی بمیره. میران لطفا اینو بفهم. نمیتونم ریحان، منو بفهم. نمیشه، آزاد نمیشه. وقتی میدونم مثل من نگات میکنه نمیشه. پس تو میگی هم عزادار داداشت باش، هم منو دوست داشته باش. امکان نداره میران، چون آزاد دست بر نمیداره. تا وقتی با من حرف نزنه بیخیال نمیشه. تو هم یه بلای سرش میاری، ولی فقط بلا سر اون نمیاری، سر ما هم بلا میاری. بفهم میرم. بیا ریحان، سوار شو.
چی انداختیش بیرون؟ چون زندگی دیگه ای ممکن نیست میران، اینو فهمیدم. من بهت اعتماد کردم، اعتماد کردم که اومدم. تو به من اعتماد نداری میران؟ به منی که همه چیزو زیر پا گذاشتم و اومدم؟ نمیشه چیزی گفت. اگه عشقمم نمیتونه قانعت کنه، چیزی برای گفتن نمیمونه. ریحان چطوری؟ خوبی؟ خوبم داداش آزاد، واقعا خوبم. ریحان من باید تو رو ببینم. ببین قبل نگفتن گوش کن. من وایسا آزاد، منم واسه همین بهت زنگ زدم. یه ساعت دیگه توی باغچه کاروانسرا همو ببینی؟ باشه حتما منتظرتم. پس اینجوریه آره؟ پس میخوای آزاد رو ببینی عروس خانم؟ اوف نه مادر نه، این شبیه قبلی ها نیست. من تو رو حامله بودم اصلا اینجوری نمیشدم. البته تو بعد از دنیا اومدن درد سر شدی، ناشکره نمی کنم، ولی این هنوز تو شکمم اینجوریه. صورتم، دستام، پاهام، همه جون باد کرده. ماساژ بده دخترم، ماساژ بده. موچه پامم باد کرده. تو این سن و سال از این کارا بکنی همین میشه خنده خانوم. فرصت طلبی نکن، تا جا پیدا میکنی تیکن انداز. به جای دهنت دستات کار کنن. ماساژ بده. آه ماشالله خندان داری، کیف میکنی نه؟ ممنون. آخ آخ پشو این قلنجه گردن منم بشکن یاران، کل روز اینقدر سینی بلند کردم همه جام گرفته. اوف عجبا. اوف میدونی خندان اصلا احترام یادش ندادی. اون نفهمیده ولی خیلی چیزا هست که این خانواده باید از من بفهمن. اوف تو باز داری چی میگی حنیفه؟ زود باش پاشو برام یکم میوه بیار، خونک باشه. به خاطر اینکه هزار تو مصیبت داری ساکت میمونم، منتظر میمونم. ولی انگار فکر کردی فراموش کردم. نه هیچی رو فراموش نکردم، بدون استهام چیزای جدیدم اضافه کردم. کارایی که این دخترت با خانواده کرده رو یادمه، ولی بمب اصلی اینه که ریحانو تو فرستادی پیش میرم. اگه بفهمن برای نجات جون آزاد تو ریحان مجبور کردی بره، کی میتونه تو رو از دست زهرا و خزر نجات بده؟ حنیفه وای ساحل سموم نشده. یاران چی؟ یاران اگه بفهمه که تو ریحان و میرانو به هم دیگه رسوندی، به خدا نمیگه مادرمه، نمیگه منو به دنیا آورده، بعد جوری از دماغ در میاره. خب حنیفه بگو ببینم با بدی کردن به من چی به تو میرسه؟ آزادم هست. آزاد اگه بشنوه پسر بیچاره دیگه زندگیشو بدون مادر ادامه میده، کی میخواد تو رو نجاتت بده خندان؟ کی؟ شوهرت که مثل خروس سینشو میده جلو سرشو این ورا اون ور میکنه راه میره، یا ناسوخان؟ زود باش بگو کدومشون؟ حنیفه امتحان من تو این دنیایی؟ ها؟ دختر تو چه جونوری هستی؟ خجالت نمیکشی با زن بیچاره یه حامله ای که به فکر بچه هاش این کارا رو میکنی؟ چی میخوای تو؟ میخوام بیام تو خونواده،
باید من و زن ناسوح کنید. منتظر حرکت از تو هم خندان. هر جا حرکت باشه برکتم هست. حواسم بهتون هست. به زودی فامیل میشین. به زور منو با خودت دشمن نکن. بیا اینم حرکت. اوف جهان. خندان جهانم. گلم چطوری؟ خوب. چی شده؟ خود خوشحالی تو بیشتر کنه. گل از گلت چی کفته؟ گل چیه خندان؟ گلستانم گلستان. ماشالله. وقتی خبر رو بشنوی تو هم گلستان میشی. آره حتما. اونم با قنچه تو شکمم، صورتم، دستام، پاهام، همه جنبات کرد. خندان ببین، کاش تو جای من بودی خودتو میدیدی. نکن تو رو خودت، تو روز روشن یکی میبینه. وایسا کی میخواد ببینه؟ هوا روشنه. سب کن وایسا بگو چی شدی. هنوز چیزی نشده ولی با خواست خدا میشه. خب میخواد بشه، بگو چی میخواد بشه. بابا چد یه عروسم میاد تو این خونه؟ چی میگی جهان؟ سب کن بهت میگم جهان. خندان جدی میگی؟ خندان داداش خوش اومدی. ممنون داداش. اتفاق بدی افتاده؟ زیاد حوصله ندارم. نگران نباش داداش، به زودی همه ای مشکلاتمون حل میکنم. چرا اینطوری سرپا بایستادیم؟ بیاییم با هم یه قهوه بخوریم. یلا مامان نگار، مامان نگار یه قهوه درست کن. بیا دیگه. اینا رو ببر بذار تو ماشین. چشم خانم. اینا رو هم بگیر. اوف هوا هم گرمه. به نظرت بریم یه جایی بشینیم و یه چیز خنک بخوریم؟ منو برای خرید کشیدی بیرون، حالا میگی بشینیم؟ خسته شدی بریم تو خونه بشینیم. وای نه مامان، من از درگیریایی که برام درست کردین فرار کردم اومدم بیرون. حالا که بیرونیم یه جا بشینیم چی میشه؟ درگیریا رو من درست کردم، حواستو جمع کن. اون چه جوابایی بود که به ریحان میدادی ها؟ میبینم که زود به زن شوهرت عادت کردی. من به کسی عادت نکردم، من فقط دارم جوری که تو شنمه، جوری که درسته رفتار میکنم. مامان بزرگت بالاخره هر طور شده تو رو شبیه خودش کرد. الان دقیقا شدی نوه عزیز اسلام بی. مسخره بازی در نیار مامان، من نوه عزیزی نیستم، دختر تو هم. تو برای من با ارزش تر از همین. منو به حرف نگیری، بریم یه جا بشینیم. خیلی خوب، کجا بریم؟ نمیدونم، یه جا پیدا میکنم. خوش اومدی ریحان. ممنونم. بهت گیر ندادن؟ راحت از خونه اومدی بیرون؟ اومدم دیگه. تو به الیف خیلی اصرار کرده بودی، گفته بودی اگه ریحان نیاد من میام داداش آزاد. خیلی نگرانت شدم، شنیدم دزدیدنه، داشتم دیوونه میشدم. فهمیدی اون آدم ها کی بودن ریحان؟ والا نمیدونم کی بودن، هیچی نمیدونم. کاری که نکردم نزیتت کردن؟ نه نه کسی کاریم نکرد، فقط ترسیدم، ولی الان خوبه. خوبه، بهترم میشه. اون ریحان نیست؟ من میخواستم تو رو ببینم، میخواستم خودم با حرف بزنم.
ولی چند روز پیش حرف زدیم، اومدی امارت حرف زدیم داداش آزاد. آره حرف زدیم، ولی خب اون اصلا به یا اونجا بودن، تو هم هرچی اونا میخواستن میگفتی. باور کن به خدا همچین چیزی نیست. چجوری نیست ریحان، چجوری نیست؟ اون مردی که داد نزد گفت برو تو اتاقت، باید همونجا خرخرش رو میگرفت. آزاد لطفا اینجوری نگو، اونجا خونه منه، من با میران ازدواج کردم، اون شوهر منه، یادت رفته؟ یادم نرفته، ولی باور نمی کنم تو خودخواسته با کسی که این همه بهت بدی کرده ازدواج کنی. با چی تهدیدت کردم؟ هان؟ گفتن پدر و مادرتو می کشیم؟ با گل تهدیدت کردن؟ چی گفتن که راضی شدی؟ از کی محافظت می کنی؟ تو رو خود یکم آروم باش، از کسی محافظت نمی کنی. اینه دارم دعوا می کنم با هم؟ با رضایت ازدواج کردم، اومدم اینجا حقیقت رو بهت بگم که باور کنی، بعدش هم میرم خونم داداش آزاد. هنوزم میگه خونم، هر روز با ترس این که بلایی سرت بیاد دارم میگذرونم. اگه تو رو ول کنم دست اون مردی که میمیری. یه بار فرستادیمت بلایی نمون که سرت نیاد، جیگر هممون با تو سوخت، ولی دیگه نمیشه، ولت نمی کنم. با من میای مزرعه را بیافت. داداش آزاد تو رو خدا این حرفا رو نزن، من میرانو دوست دارم، من میرانو دوست دارم، کنارش احساس امنیت میکنم آزاد، خونم از من مراقبت میکنه و برای خوشبختی من هر کاری میکنه، بفهم دیگه. اینا نوه های ناسو نیستن؟ برای آزاد ریحان. من با اجبار کسی یا با زور کسی اونجا نموندم، خودم رفتم، برای عشقم رفتم، دیگه چجوری بهت بگم آخه ریحان؟ من داداش آزاد نمیخوام ناراحتت کنم، ولی دل حرف حالیش نمیشه. آره میدونم میران بدترین کار رو با هم کرده، من یه بار اون هزار بار مرد، ما عاشق هم دیگه شدیم، چی کار کنم؟ وقتی عاشق بشی میتونی چشم ببندی روش؟ نمیتونی، مگه من تونستم چشمامو ببندم رو تو؟ من دیگه به هم چنین چیزایی نکن، تو داداشم، همیشه داداشم بودی و همیشه هم میمون. چی؟ نگاه کن گنون، چطوری اینجاست؟ این آبروریزیه؟ آبروریزی نیست، فلاکته، فلاکت هر دوتاشون. وای خدا راحت بودنشو ببینم، اصلا با خودش نمیگه مردم چی میگن و چی فکر میکنن. نه 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 بینشون چیزی نیست، شاید راجع به چیز مهمی حرف میزنن. تو از کجا میدونی که میگی نیست؟ ها حالا بگیم نیست بازم زشت نیست؟ با آدمی که میخواست ازدواج کنه تو مکان عمومی قرار گذاشته، اونم با آدمی که چند روز پیش حمله کرد به خونمونو میخواست ببرتش. بیا سود از این شده دیوونه شدی، باید یه چیزی بگم. نه میران دفهم قیامت بپا میکنی، بهتره دخالت نکنی. یعنی چی ما دخالت نکنیم؟ نمیخوای از این استفاده کنی؟ نمیخوای به میران زنگ بزنی بگی زنت به خاطرش منو ترک کردی، پشت سر داره چه کارایی میکنه؟ نه نمیگم. دخترم تو عقلت سر جاشه؟ خوبی مامان؟ ریحان برای من مهم نیست، فقط از چشم ما ندونه. اگه میران قراری چهره واقعی اونو ببینه خودش ببینه، من هیچ کاری نمی کنم. مامان تو رو خدا زود از اینجا بریم. خدا بهت عقل بده، من دیگه چیزی نمیگم. بیا من دیگه برم. باشه، حالا که اینجوری میگی، میگی کسی مجبورم نکرده، میگی با رضایت خودم پیش اون مردی که میمونم، قبوله. داداش آزاد تو جون منی، داداشمی، تو رو خدا قول بده بیشتر از این خودتو ناراحت نکنی، در مورد من هرچی تو قلبت هست بریز بیرون. اون وقت چجوری؟ تو تونستی؟ وقتی مادر پدرت بهت گفتن نه، تونستی بندازیش بیرون؟ ها؟ تونستی که الان به هم میگی بنداز بره؟ ببین نتونستی، الان از من
بذار برسونمت. من خودم میرم. خدا پشت و پناهت. من اینجام. یادت نره باشه اگه مشکلی پیش اومد زنگ بزن. ته دنیا هم باشم بازم میام. وقتی من هر کاری میکنه بفهم دیگه. من با اجبار کسی یا با زور کسی اونجا نموندم، خودم رفتم، برای عشقم رفتم. من دیگه چجوری بهت بگم آخه؟ آره میدونم ایران بدترین کار رو با هم کرده، ولی من یه بار اون هزار بار مردم. ما عاشق هم دیگه شدیم. داداشم همیشه داداشم بودی و همیشه هم میمونی.